Buffer mine. رئیس و شامران احمق ما را به مذاکره میخواه و خودش هم حاضر نمیشه. وقتی ما پلان داشته باشیم اون پلان خود داره. رئیس پلان او معلوم داره است. این مسئله را با نکده اعتبار خود بالا میبره. اعتبار دولت پایین میسازه. سازمانی را که من میشناسم تمام کار دنیا را اعلام میکنه اما اسلحه را اعلام نمیکنه. به نامدن شامرانم هیچ حیران نشدم. او خادمت مصطفی. قسمی که ما تحت فشار هستم وام است. او این فشار تحمل کرده نمیتونه. بالاخره مجبور خواهد شد به میز مذاکره حاضر شوه. رئیس تو خود راست میگی. اما اگه پلانت موفق نشه بازو وقتی مسئله را هیچ وقت به کسی ثابت کرده نخواد تانستی. ما نمیخواهیم به کسی چیزی را ثابت کنم عبدالحی. اگه ناکام شویم یک بدیل خواهد داشت. در زندگی تا امروز بدیل بسیار کارا را بیازو پرداختیم. رئیس از این که در بدیل بزرگ بوده نمیتونه. پس در این حالت بدون کامیاب شدن دیگر راه نداریم. از این خاطر باید سر احساسات خود حاکم باشیم. رئیس تو حق بجانب هستی. اما وقتی که اونا رو در مقابل خود میبینم در سپای میلرزه. میخوایم شارکشان رو بزنم که بیغم شوم. عبدالحی کشور ما جنگایی را که در جبهه برنده شده بودن در این میز مذاکره از دست خواد داد. پایان جنگ با سلاح نمیشه، با گپ زدن میشه. رئیس کاری که امروی او سرحد بیشرف کدی بار دیگه شاید جرات نکنه خدا به تو نشان بته. اگه خدا به من نشان ندادن باز به تو نشان میتن. نفهمیدم رئیس. عبدالحی تکتیک جنگی است. اونا آتش روشن کردن بعدش فرار کردن. میخواین که تو به تعقیبشون بری تا که تو را در آتش بندازن. از او خاطر باید احساساتی نشیم. شما چطور با پولو دلم داره اجازه میتین که در خاک مای قسم نمایش انجام بده؟ رئیس صاحب ما اجازه نمیدادیم که جاسوس از اونجا برایه. اما لاله خواهر ما نما شد. زندگی ته نجات دادم. اگه من نمی بودم پولو دلم دار سرت از تنه جدا میکد. ما او سازمانه تحقیر کدین. البته ای کارتون بی پاسخ نخود موند. رفیق سرحد تو را عزاز و گروه مذاکره کننده بیرون میکنم. با رفیق توران زنگ بزنین. زود بگو بیایه. درست است رئیس، همیده خزنگ میزنم. پلو دلم دار تخنیکی را که سرحد برانداخته بود او را در زمین زد. رئیس اب تشویش نکنین، او حادثه مخفی نگاه شد. تو چی گفته میری؟ تو وقت پلو دلم دار در جنگ بودی، هم وقت بود که خبرش بر ما رسید. کل منطقه دواره لد خوردن تو گپ میزدن. حتی اردوی تیجی در جنگ ما را به اندازه تحقیر نکده بودن. رئیس اب باید هر چیز زودتر یک کاری کنیم تا از نگاه روانی برنده اعلان شویم. راست میگی. وقتش از که اشتباه خودت جبران کنی. میری و همراه عبدالحی نفر پولاد تو خودت شخصا گپ میزنی. رئیس صاحب اگه همراه عبدالحی گپ بزنیم با سویه اردوی ما یکی میشه و اعتبار سازمانه کم میسازه. اما بخاطر تلافی اشتباهاتی کارا باید کنی لاله خوار. چیزی که مهم از نتیجه آخری است. وقتی که خواستای خود از پولا دلمدار به دست آوردیم باز وقت مقام بلند مذاکرات تاریخی را از خود خواست ساخت ایران بفهم. متوجه باشین شاید ارگوشت آمانده باشه. خوب دقیق بررسی کنه. درست است بیادر. ززا ای قدر گپ زدی که بیخی دل ما گرفت. یک دقیقه آرام بانما. تشویش نکن، سازمان اگه امروز برات مال نته صبح خواد داد. باره به دولی را ساخت اردوی ما را، هم تو را هم ما را توهین کردن. ارزش ما را در مارکت مافیا دولی را ساخت. تو خو گفتی او گوارداله بزنیم کل چیز حل میشه. ززا فکر میکنی شامران تحت امر ماست؟ رفته همراه کس دیگه معامله کده. او را از بین میبرم. در ضمن اونا میگن که کار قاچاق در منطقه سازمان پیش میبریم. درسته از این کار سخت خود بودم ما.
یک دفعه مالا بیارن ده اینجا شروع به فروش کنن، باز وقت میبینیم. یادر نفرای گاوردار چهار طرف ما را محاصره کردن. باز تو چشمای مرا بسته میکنی؟ از مرا چرا بسته کردی؟ برو از اونا رو بسته کن لودا. زدا خوب هستی؟ خوب هستم. امداد سیل کو که من مرده میانه؟ بابا خون سرخت. من که گفتیم زرد است؟ پس زنده هستی بابا. سیلست کتتان کار دارم، ای گاوردالارم من خودم دونه دونه از باید میبرم. عمر من خود برشان نشان میتم، اونو طرف من خود آمدن فامیدی نی. شما از رای پشت سر بیرون شوین، ما منو رو به منطقه که ما اینجا سیگده میبرم، باقی تو همراه ما بیا. درست از بیادر. ده ای طرف چرا ماین کشت نکدی؟ ده او طرف ماین کشت نکدم زیزا، خاکش ضعیف است، خاکی طرف قوی بود، باز ماین آرام اینجا کشت کدیم فامیدی. لوده فقط که کچولو باشه کشت کنم. آقا اونا ده اونجا چی میکنن؟ میخوای که ززار از رای دیگه بیرون کنن، بان که برا کار ما امرای کاراست. برو برو برو. حرکت میکنه. خاک ای طرف خانه و خاک او طرف خانه چی فرق داره؟ ده ای طرف کشت کده ده او طرف نکده. ده ای جه تو نارنجه کم کشت میشه نمیشه؟ میشه بابا. رئیس لالا زارا زنگ زده بود، به خاطر روند مذاکره خراب نشه میخواه که صبح یک ملاقات پیش از مذاکره همراه ما داشته باشه. تو میتونی این کار کنی؟ رئیس سخت است، اما اگه تو بخوایی باز مجبور میشم این کار کنم. میخواین برات خطای سرخ خدا بگوین، کوشش میکنن با گفتن گپای زشت تر عصبانی بسازن. رئیس خطای سرخ ما را پرسان خواد کردن. ما فقط یک خط سرخ داریم عبدالحی. حاضر هستیم درباره کل چیز گپ بزنیم، اما همراه شامران تا وقتی که او نیاید هیچ مذاکره ای از طرف ما صورت نمیگیره. استغفرالله، خواهش میکنم، دستایتان همی بسم. از کارا کدام خبر است؟ آقا کارا باز خود گم کرده، بعد از اینکه سرخانش حمله شده دیگه از او هیچ خبری نیست. کارای سر به خود میکنه،
40 دفعه برش گفتم که خدا دخیل نساز. گاوردالا برم پیدا کن، برش بگو اقامتی میخواه تو را ببینه. درست است آقا. چی میگی ززا؟ چی کنیم؟ از این کار دست بکشیم؟ تو را نمیفهمم اما من هیچ وقت دست نمیکشم. ما به این کارو دل دادیم. اما وقتی که به شما آمده بودی چیز دیگه میگفتی؟ چیزی تغییر کده که نمیخوای دست بکشی؟ ای تغییر کده. کلای ززا را غار میکنی و جزایش نمیبینی؟ امکان نداره. تمام هدفت این کلایت هست. یک دانه کلا برات نمیخرم. تو ززا را نمیشناسی. به خاطر شرف خود باغچه را چی حتی جنگل آتش میزنه؟ او هم کتی تل پترول. امو تو نسیم داد. جنگل چی کنه داره بابا؟ گاوردالا کارخانه موتر داره، او رو بگی که اقتصاد ما کمی بلند بره. نه نه، من موتر خوش ندارم. تو چی میگی کارو؟ ززا، مسئله گاوردالا نیست، مسئله سازمان است. اگه مال نفروشی با سازمان یا تو را گم میکنه یا مال خوده، اما مجبور که تو را گم کنه. خوش آمدی عبدالحی. قسمه که میبینی در بین ما دو رنگی وجود نداره. هر کدامشان به خاطر مردم خود میجنگن. گپای ناخ نزن، وقت ندارم. مردای تان از ترس پیش روی ما آمده نمیتانن. تبعیض جنسیتی داری؟ چرا فکر میکنم که علیه خانم ها هستی؟ همراه خانما و قدر جور نیستم. از او خاطر سر اصل گبی آوازی بگو. چی میخوایی؟ در کتاب تو چیزی به نام مذاکره نیستم و تو نیست؟ شخصا خودم جنگ کردن ترجیح میتونم. اما حالی که به اینجا آمدیم پس به مذاکره آمدیم. اما در قدم اول از چیزی میخوایم. میشه که بدون کنایه گفتن گپ بزنیم؟ درباره سوی قصد که بالای پل و دلمدار انجام شد چی میفهمی؟ ایرا میفهمم که سازمان دست نداشته. پس ایرا میفهمی که کار کی بوده ها؟ به خاطر که به نیت خوبم باور کنی، چیزی را که میفهمم برات میگم. کسایی که سر پل و دلمدار سوی قصد جور کرده بودن، کسایی که در سازمان است نبودن.
میشه که روی اصل موضوع بیاییم. خطای سرختان چی است؟ ما هیچ خط سرخ نداریم. معلوم میشه که هوایی منطقه برتان بسیار خوب فریده. خطای سرخ رفته، فقط چهرهای خاکی مانده. ما حاضر است مذاکره کنیم، اما فقط یک شرط داریم. شامران خودش باید در مقابل پولاد علمدار روی میز مذاکره بشینه. تا وقتی که شما یک قسم بخواین، شامران ایره یک دام فکر میکنه. در قصه این اسم که شامران چی فکر میکنه. شما بودین که ما را به میز مذاکره دعوت کردین، یا که شامران میایه و پیش روی ما میشینه، یا هم که پس میریم. داود، از روز که امروی پولاد علمدار خیشاون شدی، تمام کارایتام سرچپه شده. راست میگی، ما از امی خاطر آمدیم، میخواییم که تقاعد کنم. ما خوب یا زودتر هم متقاعد ساخته بودیم. او قسم نیست شامر، خبر شما نوشته میکنین، اما حسابش از من میگیرن. با کی حساب دادی؟ یک عمر خدمتتان نکدم، اگه خدمات ما پیشتان کمی هم ارزش داشته باشه، اجازه بتین بعد از یکمی آرامش داشته باشم. داود، با تو پیشنهاد را که رد کده نمیتونی، کی برا تو پیشنهاد کده؟ تو ای را برم بگو. یاشار کاتارجی. میخوای که شرکت ما با ارزش دو برابرش بخره. یاشار میخوای که برسانه بیاید؟ بسیار زیاد میخواید. ما با این فکر هستم که شما میتونین امرایش کار کنین. در مقابل یاشار کدام اعتراض ندارم. دید باز دید خدا شروع کده میتونی، اما به خبر از ما اوش کنی شرکتت نفروشین. به خاطر سازمان عراق و ترکیه یکی دیگه خود دشمن فکر میکنین، اما اگه به این مردم حق انتخاب داده می شد و ازشان پرسیده می شد که می خواین شامل بغداد شوین یا انقره، مردم انقره را انتخاب می کردن. کسایی که سازمان ساختن و کسایی که صدام از بین بردن به نظر من این قدرت هستن. تمام اهدافشان این است که مردم منطقه را بین خود بندازن. اوزال خدا بیامرز خواست که این بازیشان از بین ببره، اما او را از بین بردن. اما حال تو میگی که این بازی را از بین میبری؟ چی کدی عبدالحی؟ رئیس دندانای خودم محکم گرفته شیشتی. چیزایی گفتن که اگه مرا شکنجه میکدن اینقدر زجر نمیکشیدم. بگو درد دلت برم بگو که راحت شوی. رئیس اول گپای بیهوده میزنن، دوم شرایط دموکراتیک، سومم دوباره با پاکستان کاجیکا توسط ترکیه. بلالزارا زنگ بزن، بگو شامران بیای ای گپا را پیش رویم بگویه. میای رئیس، هر کاری که لازم باشه به خاطر شیشتنده و میز انجام میتن. لالزارا زنگ زده بود که سوی قصد کی انجام داده. او گفت که افراطی‌گرایی کار کرده. ها، این امکان نداره. سه چهار تا آدم بکار یک جای شدن، سلاد ادس گرفتن، هر کسی برشان پول بده کارش انجام میتن. مصطفی، مرا پیششان ببر. سازمان خلاص شد، حالا میخوای افراطی ها را از بین ببری؟ ازشان پرسان میکنم که پول زیاده کی برشان داده. رئیس، اونا بازم روش خدا تغییر میتن. روش چی جمال بیادر؟ افراد شما را اول تیجی میگن حاضر به هر نوع مذاکره هستن، دیگه منتظر چی هستین؟ رئیس، به نظرتان فقط داشتن یک شرط عجیب و غریب نیست ها؟ میخواین که مرا در میز مذاکره ببینن. از این کده گپ خوب چی بوده میتونه؟ قسمه که ما پولاد علمدار مجبور ساختیم که به میز بیایه، اما قسم اونا هم شرط اساسی خودم موجودیت مرا گفتن. تمام خواسته های خودم میخواین که در میز گرد
طرف چشمایم سل کده برم بگویه. چی میخواین بکنین رئیس صاحب؟ هر کاری را که تا امروز به خاطر مردم خود انجام دادیم بازم امور انجام میتیم. باز چی نفر رو مشکدی بیلسن؟ اینجا؟ وقت داری یا نی؟ داخل بیا. کدام چیزی شده؟ با کمکت نیاز دارم. پولاد طفل ما اختطاف کرده، او را ازش پس بگی. بیا. اینجا شما طفل خود از دست دادین، می فهمم که قبول کردنش بسیار سخت است، اما باید یه حقیقت قبول کنین. نه تو طفل ما دیدی یا دفن کردن شدیدی بگو برم. اینجا لازم نیست که ما دیده باشم، کلاگی ده اونجا بوده. عبدالحی، مماتی، جاهد، کلشان نفرای پولاد هستن. هرچی که پولاد بگه همه قسم میکنن. پولاد چرا باید طفلتان اختطاف کنه؟ او خود طفل او هم بود، همه تو نیست. میخوای که بچه من خودش تربیه کنه، قسمه که کسی او را در دولت برده تربیه کده نی؟ و میخوای که بچه من را امون قسم تربیه کنه؟ لطفاً همراهیم کمکا. میفهمم با پولاد اعتماد داری اما با منی؟ اینجا مسئله اعتماد داشتن هیچ نیست. پولاد درباره من به تو چی گفته؟ گفته که مریض هستم و مریض روانی اما تو نیست. اما وقتی که خودت مادر شدی باز میفهمی که من چی درد میکشم. من هرچی از استم که بیایم میکنم. من دیگه به همیشه از زندگی پولاد میرم، همراهت وعده میکنم. اما لطفاً طفل ما پیدا کن، هرچی زودتر ازش طلاق میگیرم. درست است اینجا، در ای باره تحقیق میکنم، اما هوش کده باشی به کسی در ای باره چیز نگویی. اگر نه باز بررسی ما به نتیجه خواهد ماند. به هیچ کسی چیز نمیگم، کافیست که ما بچه ما پیدا کنم. خواه نشدی؟ نه. خوب استی؟ چرا از جایت خیستی؟ من خوب استم. بچیم، چیزی که شوه میشه، چیزی که میشه به ایمان است که خوب میشه. وظیفه تو حفاظت از خواهر تو خانوادیت هست. مردم میگه که دخترشان با بیادر پدرش داده. اگه قسم باشه پدرتان بیادر پدرم گفته میشه. پدرم هیچ وقت با شوهرم نزدیک نبود، اما هیچ وقت شوهر من نادیده نگرفت. لازیا بسیار یک آدم با عقل بود، او آینده پدرت با چشمای خود دید. تو هم قدرت مموتی رو بیبی. با دخترت بگو که شوهر خود اینجا بخواه، حالی که روسی کدن باید دعای ما را بگیرن.
اینا رو دور بندازین، خودتان در جایشان استاد شوین. کمک بخوای زود باش، برو اونا رو بکش. تسلیم هستم. او آدم بسیار سرمایه دار است، بسیار پول داره. بیگه از شما باشه، مرا ایلا کنین. او آدم از شما باشه. پس کوی را کی ازت خواست مرا بکشی؟ چه میخوایی؟ پول ما خلاص شده. دیوانه شدی، برد میارم. پول بیار، اگه نه خوب نمیشه. آقا، افراد را که با کشتن پولاد روان کده بودی میگن کسی که ما را تهدید میکنم را چی میکنیم؟ کل چیز خراب میکنیم. آفرین. مصطفی بیدر، با بچه ها بگو که چهار طرف جمع کنن، موترارم پت کنن. درست است بیدر. پدر وقت داری یا نی؟ البته دخترم. چطور هستی؟ بسیار خوب معلوم میشی. پدر ما با دیدن لیلا رفته بودم. خانم سارنوال با دیدنت آمده بود؟ نه، ما پیشش رفتم. درباره چی گپ زدین؟ به خاطر پیدا کردن طفل مزش کمک خواستم. دخترم، گپ زدن در این باره با هر کس خوب نیست. لطفاً بعد از این بدون اجازه ما جایی نرو. تشویش نکو پدر، لیلا همراهیم کمک میکنه، چون میخوای که ما طلاق بگیریم. آقا ذوالفقار آمدن. اینجا خانم، به اتاقش ببرین. درست است. بفرمایین. خوش آمدین، بفرمایید. خوش باشی. آقا داود، زندگی سرتان باشه. دهی چند روز آمدنتان استم بسیار ببخشی. بسیار تشکر. علت آمدن ما به خانه تان فکر کنم پولاد علمدار براتان گفته باشه. بله. اما شما مطمئن هستین که دهی بخش میخواین داخل شوین؟ هرچی که باشه بازم تجارت است آقا داود. 40 سال میشه که تجارت میکنم. اما قوانین تجارت شما با این قوانین بسیار فرق داره. مدیا یک قدرت بسیار بزرگ میخواه. تا جایی که شما را میشناسم با استفاده از این قدرت هیچ مخالفتی ندارین. آقا داود،
اگر راستش پرسان کنین، ما با میدیا و رسانا علاقمندی خاص ندارم. قسمی که گفتین قوانینش فرق میکنه، اما پولاد علمدار برم گفت که باید ای کار کنی، مجبور هستم بکنم. اگر از شما خواسته باشه که شرکت خدا بفروشین، باز هر چیز زودتر باید ای کار کنین. آقا ذوالفقار، پولاد با انداختن شما در آتش زیاد اصرار داره، اما به خاطر که حالت شما را در نظر بگیرم، این پیشنهاد را رد میکنم. ببینین آقا داود، اگر مشکل پول باشه، باز میشه که مقدارش را زیادتر کنیم. موضوع پول نیست. ما تصمیم گرفتم که شرکت خود را حفظ کنم. جان پولاد، او یزید به شرف رسانه خدا به کس دگه مفروشه. نشه که به خاطر زیاد کردن پولی قسم گفته باشه ذوالفقار خان. به ای یزید یک دنیا پول پیشنهاد کردم. گفتم اگه خوشت نامد دگام زیاد کنم، اما نشنید دگه. فامیده شد ذوالفقار خان. جان پولاد، تو خبرش دست نمیتی اما تو نیست؟ راحت باش، کتی یزید دست نمیتم، دستش قط میکنم. زنده باشی. علی خان، این آره روان نکنین، یک نفر دیگه پیدا میکنیم، کل شانه یک جای میفروشیم. رئیس، وقتی که روزنامه را گرفتی بعد از اون به این کار ادامه خواد دادیم؟ با آخرین بار بزرگترین تجارت خود انجام میدیم، پول خود گرفته دست خود از کار میشویم. رئیس، در این روزا مال پیدا کردن بسیار سخت است. دولت هر روز به خاطر دستگیری اموال عملیات انجام میده. قسمه گپ میزنی که مرا نمیشناسی علی خان. اگه ما خواسته باشم از بین صد عسکر بازم مال خود انتقال میدم. چه قسم کنیم رئیس؟ وقتش که رسید باز میبینی. مطمئن هستی که از اینجا با سازمان اسلحه روان میشه؟ مطمئن هستم. داخل شوین. بیا در یک چند نفر آمده. از نفرهای خود ما معلوم میشه. امرایشون چی کنی؟ ما خودا نشان میتم. تو بازم در پشت سر ساختمان باش. رئیس اگر خواهین در بینشان باشه تو را هدف قرار خواهد داد. دگر را نداریم. میخوای سری نیروی خود فایر کنیم؟ متوجه باشین بچه. صبر کنین، فایر نکنین. پولاد علمدار، تو ده اینجا چی میکنی ها؟ شما ده اینجا چی میکنین؟ سلاح خدا بندازین. آخرین خیانتت است. یک بارم اگه شده با وطن خود خدمت کن. اصلا تو خیانت میکنی که امرای سازمان مذاکره میکنی. اجازه نتین که گپ بزنه از بین ببرینش. چپ شو گپ نزن. هوش کنی کدام کار نکنی. اصلا تو اصلیت بنداز. برم بگو که نفر کی هستی تا زنده بانمت.
راه فرار نداری. منصرف شو و اسلحه تا بنداز. نکو. اجازه بتین که مردا با تنهایی گپ بزنن. شما مردا که تنها باشین غیر از جنگ دیگه کاری ندارین. بشینین مادر. بفرما پدر کوچک. گپایتا مشنو. شما اردو عروسی کدین بعد از یک قارب ماستین. ای کارتان درست نبود میفهمین. اما انشالله که ما اشتباه کده باشم. خداوند هیچ کس را نشرمانه. حالا که قارب استین باز دهر غم و خوشی صمیمیت و خیانت با هم یک جا می باشیم. چی میکنی ماموتی؟ ماموتی ای کارا نکو. تنها در خوشی شریک شدن کار لاشخور است. در غم و خیانتان با هم شریک میشیم. بیا زوده گذشته غمای زیاده را دیدیم. وقتی که چاکر مرد هر چهار ما یک جای درد کشیدیم، اما فراموش کردیم. حالا باید میاریم که اقارب بودن خدا فراموش نکنیم. ای کار نکم هموتی. بعد از این غمه هیچ کدامتانه نبینم. بس کنین این کارتانه. با خواهرام یک عروسی مجلل بگی. عروسی را که هیچ کس ندیده باشه او را حال خود دیدن. خوش آمدی توران بیادر. از اروپا با اینجا آمدی. تو را به زحمت ساختیم. پشت اینجا دق شده بودم. از دعوتت زیاد خوشم آمد. البته دیگه. زندگی اروپا تو را خسته ساختنه. هوای کو برد فایده خود کرد. بسیار هوای خوب داره. بیا بشی. اقبا جانب استین رئیس صاحب. در اروپا زندگی کنی با باز بیگانه نشی بسیار سخت است. حداقل در 6 ماه یک بار باید از هوای صاف تنفس کنیم. تو را از امی خاطر خواستم. میخوایم در میز مذاکره بشینی، چرا که روش دیپلماتیک تو بسیار زیاد به درد ما خود خورد. پولات علمدار دیگه کی باشه رئیس صاحب؟
من امرای پارلمان اروپا، امرای جنرالای ناتو، رئیس جمهورای زیاد مذاکره و امنشینی داشتیم.